در این ویدیو به منطقه نیشانتاشی در قلب قسمت اروپایی استانبول خواهیم رفت. مکانی برای عاشقان مد و فشن. در این منطقه زیبا با هم قدم میزنیم و با برندهای نیشانتاشی آشنا میشیم. و من کمی از تاریخچه این منطقه با شما صحبت میکنم. پس با من همراه باشید. سلام. سلام به همه بیننده های عزیز کانال یوتیوب Walk with بهار. امروز شما رو به یه منطقه فوق العاده جذاب در قلب اروپایی استانبول آوردم، به منطقه بسیار زیبا و جذاب نیشانتاشی. محله‌ای که بهشت عاشقان مد و فشن در ترکیه هست. با من همراه باشید در این ویدیو جذاب تا من کمی در رابطه با منطقه نیشانتاشی، جذابیت های این منطقه و اینکه این منطقه برای چه قشری میتونه خاص باشه و جذاب باشه کمی براتون توضیح بدم و ازتون بخوام که با من در این ویدیو در این منطقه زیبا قدم بزنید. خب هر کسی که به استانبول سفر میکنه و عاشق مد و فشن، به نوعی با این منطقه خاص آشناست. منطقه‌ای که برای طراحان فشن، طراحان لباس و مد در ترکیه بسیار خاصه و همطور که عرض کردم بهشت مد و فشن استانبول محسوب میشه. منطقه زیبای نیشانتاشی. این منطقه دقیقا تو در قسمت اروپایی استانبول، در قلب اروپایی استانبول قرار داره. دسترسی به قسمت به منطقه نیشانتاشی بسیار ساده هست. به راحتی اگر وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنید میتونید با خط متروی عثمان بی به این منطقه بیاین و یا از خطوط اتوبوس استفاده بکنین. در هر صورت با توجه به اینکه در مرکز استانبول قرار داره بسیار دسترسی آسانی داره اینجا، چه برای کسانی که عاشق مد و فشن هستند، چه کسانی که زندگی لوکس رو دوست دارن و چه کسانی که دنبال کافه ها و رستوران ها با کیفیت بالا و متفاوت هستن، میتونه مقصد بسیار خوبی باشه. حتی اگر قصد خرید هم نداشته باشین به منطقه نیشانتاشی بیاین تا به منطقه نیشانتاشی بیاین تا با مد روز، آنچه که دنیای مد در ترکیه امروز از اون صحبت میکنه، بتونین آشنا بشین و لذت ببرین.
کافه های بسیار با کیفیت، خوراک های بین المللی و همچنین ترکی با کیفیت بسیار بالا، هتل های بسیار با کیفیت در این منطقه وجود داره و همطور که عرض کردم مقصد بسیاری از عاشقان مد و فشن هست. همچنین خوش بلدوک. منطقه نیشانتاشی وقتی میاین دو تا خیابون موازی همدیگه هست که این دو تا خیابون یکیش به هر حال برند های مختلفی داره و یک خیابون هم فقط برند های لوکس و رستوران های لوکس و گران قیمت رو در این منطقه میتونین پیدا بکنین. بسیار منطقه متفاوتیه. چرا حالا من اومدم نیشانتاشی؟ به خاطر اینکه در یک ویدیو خیابون بغداد رو به شما معرفی کردم برای کسانی که میخوان خریدهای لوکس داشته باشن و خواستم در ویدیوی دیگه نیشانتاشی رو بهتون نشون بدم که اگر تصمیم به خرید دارین بتونین راحت‌تر انتخاب بکنید که کدوم منطقه برای خرید شما یا برای ویندو شاپینگ شما مناسب هست. یک خیابون طویل که برندهای مختلف رو شما میتونین در اون پیدا بکنین. لذت ببرید. من از ابتدای نیشانتاشی مسیر رو شروع میکنم، خیابون رو ادامه میدم و این منطقه رو به شما نشون میدم. همینطور که گفتم حتما زمانی که استانبول میاین قبلش وقت بذارین، کانال یوتیوب من رو بررسی بکنین، ویدیوها رو سر حوصله ببینین و با فضاهایی که با روحیات شما نزدیکی بیشتری دارن آشنا بشین و در برنامه سفر خودتون اون فضا رو قرار بدین و حتما بازدید کنین. شما برندهای مختلفی که به هر حال برندهای لوکس در حوزه پوشاک محسوب میشن، مثل لوی ویتان، مثل پرادا، گوچی و برندهای دیگه به راحتی میتونین هم در خیابون نیشانتاشی اونها رو پیدا کنین و هم در خیابون بغداد. البته بعضی از شاپینگ مال ها مثل زورلو سنتر یا استینیا دارن این برند ها رو، ولی خب به هر صورت فضاهای بازی که برای شما این بستر رو فراهم بکنن که در این قدم زدن و لذت بردن از فضا بتونین انتخابتون رو هم انجام بدین، یا شاید بخواین فقط از مد روز مطلع بشین و لذت ببرین، این شرایط رو هم خیابون نیشانتاشی داره در قسمت اروپایی و خیابون بغداد در قسمت آسیایی.
کافه های نیشانتاشی و برند پرادا طراحی های بسیار ساده و شیک و واقعا حتی ویندو شاپینگش هم به نظر من ارزش داره که شما به این مناطق بیاین و لذت ببرید. میبینین همینطور که ملاحظه میکنید هتل دستی دقیقا بالای برند پرادا هست توی نیشانتاشی، هتل بسیار خوب 5 ستاره و هتل بسیار تاپ توی این منطقه و دقیقا بالای برند پرادا هست. به واسطه خب طراحی که این منطقه داره، هتل ها و بوتیک هتل ها به همین شکل طراحی میشه و بهره برداری میشه. کافه های بسیار زیبا، رستوران های فوق العاده شیک. منطقه که در حال حاضر در اون هستیم، منطقه نیشانتاشی، یکی از مناطق لوکس بخش اروپایی استانبول محسوب میشه و خب منطقه عیان نشین هست و خب به هر حال دقیقا اون بافت ترکیه و استانبول رو داره، کوچه های پرشیب، کوچه پس کوچه های پرتحرک. میبینید شما از این کوچه ها میتونید به خیابون موازی نیشانتاشی برین و تمام این کوچه ها پر از کانسپت استور و فروشگاه های اکسسوری های با کیفیت با دیزاین های یونیک. میتونین در این کوچه پس کوچه ها قدم بزنید، لذت ببرید، خرید بکنید و واقعا اون چیزی که از ترکیه به عنوان مد و فشن نام برده میشه رو در این منطقه به راحتی میتونین ببینید، هم برند های بین المللی و هم برند های ترکی. کلاهی گلسین یکی از شعبات رستوران نصرت اینجا هست. یه پارک خیلی زیبا اینجا داره و خب اسم این منطقه هم که خب به عنوان نیشانتاشی معروف هست، دلایل مختلفی براش در نظر میگیرند. گاهن اجازه بدین ماشین بره، نیشانتاشی از دو کلمه نیسان و نیسان به معنی یعنی نیسان تاشی اگر بخوایم بگیم به معنی سنگ علامت گذاری شده هست. حالا بعضیا اعتقاد دارن که این به عنوان سنگ قیمتی
نامیده میشه. گاهن میگن به عنوان سنگ علامت گذاری شده در دوره عثمانی بوده، این منطقه بخش علامت گذاری شده در دوره عثمانی بوده و این اسم از نیسان به مرور زمان به نیشان تغییر نام داده. برخی معتقدند که اسم یکی از سردارای عثمانی بوده. به هر صورت برای مناطق مختلف قصه ها، تاریخ های مختلفی مطرح میشه که حالا خیلی هم موثق نیست، ولی به هر صورت اسم این منطقه به عنوان منطقه نیشانتاشی جز مناطق بسیار مرغوب و بسیار لوکس قسمت اروپایی استانبول زیبا هست. یک پارک خیلی خوشگل داره اگر خواستید قدم بزنید و میتونید زمانتون رو در این منطقه فوق‌العاده زیبا و متفاوت سپری کنید. خب اینجا نمایندگی اومگاست. و من بعد به خیابون موازی بذار یکم پایین تر برم بعد برمیگردم بالا مونت بلانم بهتون نشون بدم. واقعا اینجا شما میتونین یه خرید لوکس داشته باشین یا یک ویندو شاپینگ از برندهای لوکس بین المللی یا ترک و از اون لذت ببرین. الان به واسطه اینکه نزدیک به زمان افطاره کمی خیابون‌ها خلوت‌تر شده و الان زمان شلوغی کافه‌ها و رستوران‌ها هست در ترکیه، چون بیشتر قرارها به واسطه اینکه افرادی که در ترکیه هستن در ماه رمضان روزه می‌گیرند بسیاری از قرارها به وقت افطار و یا وعده شام مکول میشه و به این خاطر زمان افطار رستوران های ترکیه جمعیت زیادی از مخاطبان رو در خودش جا میده. خب من از یکی از کوچه های فرعی به خیابون موازی خیابون نیشانتاشی میرم، کمی اونجا با شما قدم میزنم و خوشحال میشم که شما هم به من نظر بدین. اگر شما اطلاع دارین که چرا اینجا اسمش نیشانتاشیه، اگر اطلاعات خاصی در این مورد این منطقه دارین و حالا هر کدوم از پست هایی که من توی یوتیوب دارم، خوشحال میشم که من رو مطلع بکنین از نظراتتون و اگر اطلاعات تکمیلی دارین، قطعا اطلاعات من کافی نیست، به هم بگین، سعی میکنم تکمیلش بکنم یا در ویدیوی دیگه با توضیحات کامل تر در خدمتون باشم. واقعا در جای جای نیشانتاشی میتونین لذت ببرین و حظ بصری داشته باشین. ما امیدوارم جیب هممون انقدر پرپول باشه که هرچی که دوست داریم و میپسندیم رو بخریم. و
فقط صرفا برامون ویندو شاپینگ نباشه. خب این یکی از اتوبوس‌های این منطقه است، اتوبوس خط CM که از این منطقه رد میشه و به بشیکتاش میره. هم با این اتوبوس از بشیکتاش، از مجدیه‌کوی میتونین به نیشانتاشی بیان یا با خط متروی عثمان بی. به هر حال با اینکه این منطقه پارکینگ های خیلی خوبی داره، ولی با توجه به اینکه کوچه ها خیلی عریض نیستند، گاهن همراه داشتن ماشین توی این مناطق ممکنه براتون کمی دشوار باشه. مرحبا. هوای استانبول خیلی عجیب غریب شده، باورتون نمیشه. امروز دیگه همه با شلوارک اومدن. من خودم یه بلوز پوشیدم، ولی خب به هر حال توی تابستونش هم توی ترکیه، توی استانبول، باید شما یه سویشرت، توی کتی همراهتون باشه. بذارین ساختمونه اینجا رو بهتون نشون بدم چقدر خوشگله. خیلی زیباست واقعا. ببرمتون اون دست خیابون، زیورالات این مغازه رو نشونتون بدم. خیابون های سنگ فرش شده با معماری بسیار زیبا در قسمت اروپایی استانبول، با دسترسی بسیار راحت، رستوران و کافه های با کیفیت، یعنی همین چیزی که یه گردشگر میخواد به راحتی شما توی این منطقه میتونین پیدا بکنین. پس حتما نیشانتاشی رو هم در برنامه سفرتون قرار بدین. من منتظر کامنت های شما هستم، همینطور که بعضی از عزیزان به هم کامنت دادن که کجاها رو ویدیو بگیرم و تلاش میکنم که در ویدیو هم نظرشون رو تعمیم بکنم. منتظر هستم که به هم نظرتون رو بگین و منو مطلع بکنین از اون چیزی که مطلوب شما هست، تا من هم بتونم خواستای شما رو در ویدیوهای واک ویت بهار تعمیم بکنم. اینجا کافه محبوب منه، خیلی این کافه رو دوست دارم. این کافه The House Cafe. فقط هم برای یه چیز من میام اینجا، چیز کیک لوتوسش فوق‌العاده خوشمزه است، فوق‌العاده. من این ویدیو رو که تموم کنم میام در کافه محبوبم، چیز کیک محبوبم رو سفارش میدم و جای شما رو هم خالی میکنم. واقعا در استانبول کسانی که عاشق مدن، عاشق فشنن، عاشق غذاهای خوشمزن، عاشق کشف اتفاقات جدیدن،
استانبول واقعا برای همه این نیازها بهشته، پاسخگوی همه این نیازها هست. خیلی از این ساختمون هایی که میبینید لوکیشن بسیاری از فیلم ها و ویدیوهای ترکی هست، سریال ها. خب عزیزان، مثل همیشه میخوام ازتون خواهش بکنم که در ویدیوها من رو همراهی کنید، کنارم باشید، من رو از نظراتتون مطلع کنید و کاستی هام رو ببخشید و کمکم بکنید که هر روز بهتر از قبل براتون ویدیو بگیرم و منتظر لایک ها، کامنت ها و سابسکرایب کردن کانالم هستم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد باز هم یادآور میشم اگر جایی در استانبول هست که دوست دارید اونجا رو ببینید به من اطلاع بدین، تلاشم رو میکنم که اون منطقه رو بهتون نشون بدم. تا بعد.